سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. چجوری باید کتاب بخونیم؟ آیا هر کتابی که به دستمون رسید رو باید بخونیم؟ یا اینکه بهتره بهمون کتاب معرفی کنن؟ و یا اینکه باید یک سیر مطالعاتی داشته باشیم؟ درباره این موضوعات میخوام با مهمان این برنامه صحبت کنم. قدیمی‌ها میگفتن مرد اونه که وقتی از سر کار برمیگرده خونه با پا در رو باز کنه. خب برای امروز یه مقدار خشن به نظر میاد، ولی جز مهربونی منظوری نداشتن. منظورشون این بود که مرد خونه باید دستش بند باشه و پر از پاکت میوه و خرید و خوراکی. حالا زوجهایی هستن که گاهی با دست پر از کتاب به خونه برمیگردن. وقتی آقا و خانم خونه هر دو کتاب باز قهار باشن، آب و رنگ و حال و هوای خونه چیز دیگه ایه. اونا کلی گپ دو نفره درباره کتابا دارن و هر بهانه‌ای میتونن به هم کتاب هدیه بدن. کلی ماجرا و قصه مشترک از کتابا دارن که به هم یادآوری کنن. و خلاصه از گل گفتن و گل شنیدن هیچ وقت کم نمیره. میخوایم برنامه امروزمون رو تقدیم کنیم به زوجهای کتابخوان. عروس و دامادها و زن و شوهرهایی که در کنار همه تفاهمها بر سر کتاب خوندن هم شدیداً تفاهم دارن و در کنار همه شراکت ها کتاب خوانی رو هم با هم شریک شدن. برای همسرانی که در مطالعه هم دستند، برای زوجهای کتاب خوان، امضا کتاب باز. خانم رویا میرعلمی به کتاب باز خیلی خوش اومدید. ممنونم آقای سعد. شما کتاب کم میخونین یا زیاد میخونین؟ گاهی وقتا کم، گاهی وقتا زیاد. بله. یعنی کیا کم کیا زیاد؟ خب وقتایی که مشغول کارم قاعدتا کمتر میرسم که کتاب بخونم. وقتایی هم که کارم کمتره خب بیشتر. آخه تا جایی که من میدونم شما همیشه درگیر یه کاری هستین. پس خب اگر کار تئاتر باشه وقت بیشتر، وقت آزادتری دارم، چون مثلا یه تمرینای محدودی داره، زمانش معلوم مشخصه. ولی خب سریال خودتون دیگه استاد این کارین که خب بیشتر وقت آدمو میگیره. بعد وقتی میخواین یه کتابی رو بگیرید دستتون برای مطالعه، بعد چه اساسی انتخاب میکنید؟ اتفاقی؟ باید از کسی تعریف شنیده باشید؟ باید جایی دربارش خونده باشید؟ سیر مطالعاتیتون در واقع به چه صورته؟ خب ببینید، مثلا بعضی وقتها خیلی اتفاقی پیش میاد، یا یه جایی میخونم مثلا کسی باهم معرفی میکنه، هر بار یه جور. ولی خب خودم مثلا یه سری نویسنده ها رو خیلی دوست دارم، مثلا رمان جدیدشون چاپ میشه، خب قطعا اون رو خواهم گرفت و خواهم خوند. چه جوری به کتاب خوندن علاقه من شدی؟ بچه که بودم یادم میاد مثلا با پدر مادرم که میرفتیم بیرون، علاوه بر عروسک کتاب خیلی دوست داشتم و ازشون خواهش میکردم برام کتاب بخرن. خودتون اصلا؟ آره آره، واقعا اینجوری بود. بعد زمان که گذشت خب علاقه منتر شدم. حالا یکی دوتا دوستم داشتم که اونها کتاب خون بودن، شاید اونها هم رو من تاثیر گذاشتن. و اینکه حالا از کتاب های داستان کودکانه تقریبا رسیدم به رمان های مثلا یادم اوایل چارلز دیکنز رو خیلی دوست داشتم. چه عالی. آره. کدوم کاره چارلز دیکنز؟ کاره که خیلی معروف بود، مثلا حتی وقتی دیوید کاپرفیلد، اون داستان یک شهر، خانه قانون زده، اولیور تویست. نه بزن بگم.
اونی که آرزوهای بزرگ. آرزوهای بزرگ. مثلا اون کتابم خیلی خیلی مورد علاقم بود و حالا فیلمش و خجالت کشیدم و گفتیم بذارین بگن. دیدم چقدر من حرف میزنم. نه اختیار داری. هی فکر میکردم یادتون نمیاد میخواستم بگم. بعد آره مثلا آرزوهای بزرگ یا الیور تویست یا دیوید کامل که خوشبختانه مثلا یادم کارتوناشم همون موقعی که نشون میداد و من بعد اینکه کارتونش رو میدیدم میرفتم کتابش رو میخریدم میخوندم که کاملش رو بدونم داستانو. بعد مثلا نوجوان که بودم ببخشید بعد این کتابا رو در واقع کاملش رو میخوندین یا اون متنای خلاصش رو؟ نه نه کاملش رو. دیوید کاپرفیلد خیلی قطوره. نه دیوید کاپرفیلد رو یادمه که کاملش رو نخوندم ولی آرزوهای بزرگ رو کاملش رو خوندم. چون یکی از شاید تاثیرگذار ترین نمیشه گفت ولی کتاب هایی که میشه گفت توی زندگیم تأثیر گذاشت. یا مثلا کتاب حالا بعد دیگه نوجوانیم خب یه ذره با برنامه ریزی شاید حالا شاید تو ناخودآگاه هم بوده خیلی خودآگاه نه شروع کردم به کتاب خوندن. مثلا چی با برنامه ریزی؟ فکر کردم که حالا مثلا کتاب های ویکتور هوگو رو بخونم. گوش پشت نوتردام رو مثلا خوندم. بی‌نوایان رو شروع کردم ولی تموم نکردم چون خیلی زیاد بود. ولی مثلا گوش پشت نوتردام رو خیلی دوست داشتم. بعد گوش پشتی که خادم یک کلیسا عاشق و عاشق اون دختره که کولی هستش. بله. اسمیرالدا. چه جالب شما یادتونه. من الان یادم نبود. شما ماشاءالله خیلی حضور ذهنتون زیاد بالاست. بعد یه کتابی که خیلی شاید تاثیر گذاشت تو زندگیم دزیره یا آماری سلینکو بود. اونم 14-15 سالم بود شروع کردم به خوندن و خیلی خودم رو جای قهرمان داستان دزیره میذاشتم و فکر میکردم که چقدر خوب که یه آدم که میتونه توی یه حالا سطح زندگی بالایی نداشته باشه ولی تا اونجا برسه با آرزوهای بزرگی که داره حرکت کنه به سمت آرزوهاش و برسه به اون جایگاهی که میخواد. به خاطر اینکه تلاش میکرد خیلی زیاد. آره و واقعا یه جوری خیلی برام هم تاثیرگذار بود هم یه جوری دزیره شاید یه جوری الگوم شد. مثلا اونا رو شروع کردم بخونم و اینکه بعدش یهویی یه سمت و سوی دیگه گرفتش. رفتم کتابخونه شهرم. من تو قزوین زندگی میکردم. بله. اونجا ثبت نام کردم و شروع کردم رمان‌های معروف دنیا رو خوندن. مثلا حتی یادم حتی نویسنده‌هایی که نمیشناختم خواستم کنکاش کنم ببینم چجوری هست. مثلا یه رفتم سمت و سوی نیکوس کازانتزاکیس. مثلا مسیح بازمسلوب رو شروع کردم بخونم و داستانش رو خیلی دوست دارم. خیلی هم رمان قطوری بود و یادمه که انقدر برام جذاب بود مثلا تو دو روز فکر کنم تموم کردم. خیلی قطوری و من نهار و شام مثلا تون تون میخوردم که شروع کنم. اینا هنوز دانشگاه نیومده بودم آقای سهر. نه دانشجو نشده بودم که شروع کردم به اینا رو خوندم. حتی مثلا قبل اینکه بیام دانشگاه مثلا با ژان پل سارتر آشنا شدم همون تو اون کتابخونه. چون تمام کتابا رو رصد می‌کردم می‌رفتم ببینم چی هست چی نیست و وقتی که اومدم دانشگاه خب دیگه خیلی مسیر زندگیم عوض شد. چون من داشتم تئاتر می‌خوندم. آره تئاتر گرایش طراحی صحنه. ولی خب بعد تصمیم گرفتم که حالا به نوعی ببخشید چرا ادبیات نمایشی نرفتین؟ شما که اینقدر به ادبیات علاقه داشتین طراحی صحنه رو چرا انتخاب کردین؟ آره من واقعا ادبیات خیلی دوست داشتم و یادم حتی تو کنکور درصد ادبیاتم 99% من ادبیات زدم. اینقدر ادبیاتم خوب ولی گفتیم برم طراحی صحنه. برم طراحی صحنه بخونم چون به نقاشی و طراحی هم علاقه من بودم. یعنی قبل از اینکه بیام دانشگاه کار می‌کردم. هم نقاشی هم طراحی. بعد یه رنگ و بوی دیگه گرفت، یه سمت و سوی دیگه گرفت و مثلا میرفتم کتابخونه دانشگاه تهران میشستم و برنامه ریزی کرده بودم که مثلا شروع کنم هر نمایشنامه نویسی رو آثارش رو تموم کنم. مثلا گفتم چخوف رو بشنم آثارش رو کامل بخونم. نه بابا کل آثارش خب آره چون واقعا اون موقع وقت آزاد داشتم کاری نمیکردم بعد همین کارا رو میکردم. خوب. شروع کردم مثلا چخوف شکسپیر
ایبسن، دورمت، استرینبرگ و و حالا خیلی به هر حال نمایشنامه‌نویس‌های بزرگی تو دنیا هست. شروع کردم به خوندن سارتر و اینکه خب مسیر زندگیم رو به کل یه جور دیگه ای کرد و نگاهم رو به دنیا و جهان بینیم، نگرشم رو به دنیا و جوری که باید زندگی کنم رو تغییر داد. خانم رویا میرعلمی همسر آقای حسین کیانیان، کارگردان مطرح تئاتر، و آقای حسین کیانی از اوناست که فکر کنم از صبح تا شب اگر سر تمرین تئاتر نباشه داره میخونه. اگه درست دارم میگم یا نه؟ داره کتاب میخونه و میره بیرون کتاب میخره میاد میخونه. این آره، دوتا کار آره، و هر وقت میبینینش اینقدر کتاب اینجا جلوشه، اینقدر کتاب اینجا جلوشه، اینقدر کتاب اینجا جلوشه و کلی کتاب هم دور، یعنی در واقع لابلای کتاب ها داره حسین کیانی زندگی میکنه. آره و خب کلن اتفاق خوبیه دیگه. من خودم به شخصه وقتی این همه کتاب رو میبینم لذت میبرم و اینکه به هر حال قبطه هم میخورم. شما هم البته جز اون کسانی هستین که واقعا تو کتاب خونی ید طولایی داری. من میخوام برم براتون چایی بیارم. بله. ولی اینقدر سوال دارم، من نمیدونستم میشه هستین تو کتاب خونه دانشگاه تهران میگفتین چه خوف. آره. نمیدونم دورمات. بله. هنوز هم اینقدر نمایشنامه میخونی؟ نمایشنامه اصولا که باید ما بخونیم چون من بازیگر تئاترم. آره. حالا هر نمایشنامه که بیاد خوشبختانه میاد تو خونه ما و هر و الان هم خیلی داره کارهای نمایشی. بله. بیشتر چاپ میشه، کارهای در واقع دقیق تر، ترجمه های خوب. بله. داره آثار روز دنیا هم ترجمه میشه. بله دقیقا. خیلی خیلی زیاد اتفاقای خیلی خوبی داره میفته تو حوزه هنر نمایشی قاعدتا. آره تا اونجایی که برسم حتما. و خب یه شانسی هم که دارم پیشنهادایی میشه که مثلا براشون بازی بکنم، مثلا چه میدونم آثار پینتر مثلا میخوان از من که بازی کنم براشون، میفرستم مثلا یه توفیق اجباریه که شاید اون کتاب اون نمایشنامه رو مطالعه نکردم مطالعه کنم. بعضیا میگن برای ما خوندن نمایشنامه یا خوندن فیلمنامه سخته، رمان رو راحت میخونیم ولی نمایش رو نمیتونیم بخونیم. چرا برای بعضی خوندن نمایش سخته؟ آیا نمایش فقط برای اجرات یا قابل خوانده شدن هم هست؟ ببینید شاید اونها از منظر خودشون دارن میگن، برای من سخت نیست. من فکر میکنم انگار به یه آموزش، یعنی آدم بله. یکی دو تا کار باید بخونه چون که من خودم تصویر میکنم توی صحنه اون چیزی که هست، نوشته ای که هست رو، شاید برای من راحته چون من حالا شاید به خاطر اینکه بازیگر تئاترم. آره من خیلی شنیدم. البته اینو بگم برای خود من خوندن رمان خیلی 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 جذاب‌تر. من میخوام درباره رمان‌های جذاب تو بخش بعدی با شما صحبت بکنم و یه سوال مهم دیگه هم دارم. بله. چای میل می‌کنین دیگه؟ بله 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 الان میارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من معصومه توکلی هستم، نویسنده یکی از 23 روایتی که در کتاب کاشوب گرده هم جمع شده. کتاب کاشوب با زیر عنوان 23 روایت از روزه هایی که زندگی می کنیم یکی از تازه ترین آثار منتشر شده نشر اطرافه که سرکار خانم مرشدزاده مدیرش هستند و انتشارات نوپاییه که قصد داره به طور ویژه به روایت بپردازه و تیمونن و تبرکن یکی از اولین آثارش رو در آستانه محرمی که گذشت منتشر شده. یک تخت چوبی در انبار بود از این حفاظدارهای قدیمی، جامانده از 7 سالگی نخستین نوه که آن سال پشت کنکوری بود. دستمالش کشیدیم و ملافه کتانی نو تنش کردیم. وقتی آماده شد توی چارچوب در ایستادم و دیدم به خیمه علی سفر کردم. به لحظه ای که تو در آستانه در ایستاده بودی و نگاهش میکردی، به بازوان از هم گشودت که قرار بود چند لحظه بعد با نمیدانم کدام رمق گودال کوچکی حفر کند. رباب وقتی پسرک را به دستان تو میسپرد دلش گواهی میداد، میدانست بعد از آن باید گهواره خالی را تکان دهد.
من سابقه انتشار هیچ اثری رو نداشتم قبل از این. گاهی یادداشت‌هایی در نشریات دانشجویی یا جسته و گریخته در سایت‌ها و نشریات مختلف نوشته بودم، اما شاید مجموعشون بعد انگشته دو تا دست برسه. منتها خب همیشه علاقه‌مند به نوشتن بودم و هر از گاهی ناپریزی می‌کردم، ولی اینجا توفیقی بود که اولین چیزی که از من در قالب کتاب منتشر میشه متعلق به این حال و هوا و این روزها باشه. اینجا مجموعه کتاب پارک هست. یک برنامه ماهانه دارن به اسم گفتگو با کتاب که در آستانه اربعین حسینی این کتاب رو بهانه کردن برای برپایی یک مجلس روزمانندی در با مخاطبین فروشگاه و در فروشگاه. والا این نشستی بود کتاب کاشوب که روایت هایی از مواجهه آدم های مختلف با روزه امام حسین. من یکی دو ساعت مثلا یا مثلا حداقل 20 صفحه ای توی روز میخونم. والا خیلی خوب، مثل یه روزه بود کاملا. تقریبا جوری بود که واقعا آدم احساس میکرد توی اون لحظه است. وقتی که به من گفته شد که از نسبت شخصیت با روزه روایتی دست و پا کن و قلمی کن، من قصد داشتم راجع به یک دوستی بنویسم که در مجلس روزه شروع شده بود و 17-18 سال هم ادامه پیدا کرده بود. حتی به شروع و پایان مطلبم فکر کرده بودم که مثلا از اینجا شروع کنم، راجع به این چیزا بنویسم و اینجوری تموم کنم. ولی وقتی که نشستم پای کیبورد، اون موقع خیلی هم با زحمت این وقت رو جور کردم، چون بچه‌م پسرم هنوز کوچیک بود. شروع کردم و بدون هیچ آمادگی قبلی این متن رو نوشتم. من تشنه‌تر از همیشه بودم به این روزه، اندازه همه آن 28 سال که زیر سایه ات زندگی کرده بودم، اما دستم به گهواره علی اصغر نرسیده بود. پس رمان خیلی دوست داری؟ بله خیلی. میشه چند تا شما بگی؟ خب رمان که خیلی دوست دارم، حالا اون رمانی که مورد علاقمه، یکیش مثلا آقای صادق چوبک رو خیلی دوست دارم. کارهای آقای چوبک؟ بله کارهای آقای چوبک رو خیلی دوست دارم، سبک نوشتاریش رو خیلی دوست دارم، به خصوص سنگ صبور رو. بله خیلی زیاد. و حالا رمان‌های خارجی هم که مثلا گوستاف فلوبر رو خیلی دوست دارم، به خصوص رمان مادام بواری. مادام بواری عالی. بله. جزو در واقع کتاب‌های کلاسیک و مهم دیگه. بله. آیا هیچ وقت شما به آقای کیانی یا آقای کیانی به شما کتاب پیشنهاد می‌کنین که اینو حتما بخون؟ بله بله. و کارن پسر شما الان چند سالشه؟ 11 سال. میدونم که یک فوتبالی دو آتیشه. بله به شدت. استقلالی دو آتیشه، درسته؟ آره. و فوتبال رو از دست نمیده. اصلا اصلا از دست نمیده. لابلاش کتابم بهش معرفی میکنی؟ یعنی کارن اهل کتاب خوندنم هست؟ بله باباش خیلی حواسش هست تو این جریان. چه جوری بهش کتاب معرفی میکنی؟ خب میگم خیلی باباش دوستن خدا رو شکر، و اصولا این کار رو باباش همیشه انجام میده و بهش پیشنهاد میکنه چه کتابی. و خود کارن جالبه که دنبال این قضیه هست. یادم وقتی حسین کیانی داشتش نمایشنامه تئاتر سعدی رو مینوشت که درباره حالا نهضت ملی شدن نفت بود، خب یادم کارن خیلی ازش سوال میکرد و حسین بهش کتاب پیشنهاد داد درباره دکتر مصدق و کارش شروع کرد به خوندن درباره کودتای 28 مرداد. بعد برای کارن قصه میخونی؟ بله زیاد. وقتی که بچه بود خودم خیلی موقع خواب براش قصه های حالا کودکانه بیشتر شعر میخوندم، ولی الان که خودش بزرگ شده، مثلا امروز جالبه به من گفت که قرار بود به من گفت که مامان برام داستانای برره رو با ساختمان پزشکان بخر. بعد امروز اومد به من گفت که مامان فعلا اونا رو نخر، برو چیه مجموعه تام گیتس
آره خب. یه با. چیزیه که بچه ها مثل که خیلی دوست دارن، تام گیتس کتابای خب. آره و اسمش مثل که تام گیتس و یه شخصیت اصلی داره آره. که کاراکتر اصلیش تام گیتس. برو برای من اونا رو بخر. چند جلده با. داره با. یه چند تاشو داره و گفتش که میخوام کاملش کنم. خودش میخونه و خیلی وقتا من متوجه نمیشم، ولی میرم تو اتاقش میبینم نشسته پشت میز تحریش و داره کتاب میخونه. ولی فکر کنم که در آینده قرار فوتبالیست بشه. خودش که دوست داره فوتبالیست بشه، منم هیچ اصراری ندارم. فوتبالش خوبه حالا، اینقدر که فوتبال دوست داره فوتبالش هم خوب هست. فوتبالش خوبه خیلی زیاد، ولی خیلی هم گزارشگر خوبیه به شدت. خب برای گزارشگری هم فکر کنم خوندن خیلی کمک بکنه. خیلی. چه پستی بازی میکنه؟ مهاجم. نه بابا. آره مهاجم. سانتر فوروارد. و چون دوست داره گل بزنه خوب. آره همیشه میل به گل زدن داره، هیچ پست دیگه ای قبول نمی‌کنه. بسیار عالی. من ببینم شما چه کتابایی بر ما آوردید. بله. اجازه است بفرمایید. به 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 به، اولین کتاب هست مترجم دردها، نوشته خانم جونپا لایری، ترجمه درجه یک آقای امیر مهدی حقیقت. بله. چی شد که این کتاب رو انتخاب کردی؟ خب خانم جونپا لاهیری رو آقای کیانی به معرفی کرد خب. چند سال پیش و بعد شروع کردم که حالا با دوست داشتم که آشنا بشم با نگارشش و رمان‌هاش. این مجموع دوست کوتاه. بله بله خیلی درباره یک هندی هایی که مهاجرت کردن. بله و داستان‌ها داره توی اون فضا. خیلی بله. جالبه که خانم لایری خودش هم یک هندیه که مهاجرت کرده بله. به امریکا. اصلیت بنگالی داره. بله دیگه. بله. همون فضایی که میشناسه مینویسه و اینقدر بله. این داستان‌ها ساده بله و جهانی و یعنی جهان شمول داره برای ما اتفاق بله دقیقاً. خیلی ساده میکنه. خیلی روانشناسانه، آدم‌هاش کاملا مابعضه هاشو میتونی پیدا کنی حتی خیلی خیلی تو خودت. خیلی بله. و چقدر ترجمه خوبی خیلی داره به شدت. مترجم دردها جونپا لایری، امیر مهدی حقیقت که به چاپ نمیدونم چندومه؟ خیلی هم بله. این الان ببینیم چاپ چندومش. ای وای فکر کنم وایسین آها چاپ نهمشه الان. بله به چاپ نهم رسیده. به به. بعدی ناتور دشت سلینجر، ترجمه احمد کریمی. بله. ناتور دشت رو برای چی انتخاب کردی؟ خب سلینجر رو سالها پیش باهاش آشنا شدم، بازم خب از طریق آقای کیانی و البته قبلش یادم رفت سلینجر رو توی دبیرستان وقتی که آقای مهرجویی پری رو ساختن. آها آها. برداشتی بود از فرانی و زویی. بله فرانی و اون موقع سالینجر رو شناختم، پیگیری کردم، دلتنگی های نقاش خیابان 48 فرانی و زویی و بعدش هم ناتور دشت رو خوندم و دوست داشتی خیلی زیاد. گفتین وقتی که کتاب میخوندین گاهی وقتا خودتون رو جای شخص، گفتین دزیره رو که میخوندین آره جای قهرمان داستان قرار میدم. بقیه کتابارم که میخونین خودتون رو جای شخص. بله میبینم خیلی چون که اصلا میدونین رمان خوندن برای یک بازیگر به نظر من مهمترین کاره، چون که تخیل یک بازیگر رو گسترده میکنه. این قهرمان کتاب پسر 15-16 ساله است. البته فرق میکنه آقای صحت، مثلا بعضی از کتاب ها یک جهانبینی و نگرش میده تو زندگی بعضی از کتاب ها و ناتور دشتم جز همون کتاب ها بود برای من. عالی. کتاب بعدی چراغ ها رو من خاموش میکنم، نوشته خانم زویا پیرزاد که اینم به چاپ 79 رسیده. بله بله. خانم زویا پیرزاد که نویسنده ارمنی هستن و قلمشون رو بسیار من دوست دارم و جالبه کتابی که خانم سارا سالار نوشته بودن چقدر وقتی کتاب خانم پیرزاد رو خوندم یه سری شباهت ها دیدم. اسم کتاب رو بهم بگین. احتمالاً گم شدم. خیلی فضا ها... یعنی میدونید حس کردم که شاید شباهت هایی به هم دارن. وقتی داشتیم از خانم لایری صحبت میکردیم در واقع بنگالیان و مهاجرت کردن بله. و درباره بنگالی های مهاجرت کرده ایشون هم در کتابم
داستان ارامنه ای که مهاجرت میکنن به آبادان و حالا پیش از انقلاب هستش و خیلی داستان ساده و عمیقیه. دقیقاً. و چقدر این کار کار سخت و خاص و هنرمندانه ای، ساده اما عمیق. بله به شدت این خیلی تاثیر همون مثل ناتور دشت، ساده ولی خیلی در این حال پیچیده. بله. و یک نگرش و جهانبینی عمیقی پشت این کتاب ها هستش که واقعا خیلی کار سختیه. آدم راحت میخونه و میره جلو ولی آخر کار میگه که آره چی شد؟ چقدر خوب. آره. کتاب بعدی خانه ادریسی ها نوشته خانم غزاله علیزاده. بله. علت انتخاب این چی بوده؟ غزاله علیزاده خیلی جالب برای من. این سال قبل اینکه بیام دانشگاه من مجله فیلم می‌خریدم اون موقع و می‌خوندم و یادم چقدر تبلیغ این کتاب رو در مجله فیلم می‌کرد خانه ادریسی ها. همیشه برام جذاب بود بدونم که این کتاب چیه، تا اینکه فکر می‌کنم 13-14 سال پیش شاید هم بیشتر خانه ادریسی ها رو خریدم. وقتی که خریدم علاوه بر اینکه جذب داستان و قصه شدم رفتم سرچ کردم که خانم غزاله علیزاده رو بیشتر بشناسم و شخصیت خانم علیزاده برام خیلی جذاب بود و فکر کردم که چنین شخصیتی میتونه چنین رمانی رو خلق کنه. چقدر خوب. بله. خیلی خیلی ممنونم. ما هنوز میخواییم یه بخش دیگه هم مزاحم شما باشیم. خواهش میکنم. چایی من خوردم ولی مال شما بله. میل کنیم. نبات بله. بندازم توش. خواهش میکنم. بله. خانم میرم شما که اینقدر کتاب خونید، کتاب ناتمام هم دارید؟ یعنی کتابی هست که بخونید بعد ببینید که نه ولش بگین آره یا شده؟ از اونایی نیستید که فکر میکنن یه کتابی رو وقتی شروع کردن بعد تموم کنن؟ نه واقعا اتفاق افتاده، یادم نمیاد، حضور ذهن ندارم چه کتابی، ولی بارها شده که این اتفاق افتاده. آقای کیانی چی ایشون هم اونم ناتمام بله میذاره ولی اصولا ایشونو که دیدم مثلا 4-5 کتابی مثلا از هر کدوم تیکه تیکه داره میخونه بعد همه رو یهو با هم تموم کنه. کتابای نخوندتونو که میبینین چه حسی دارین؟ خیلی حس بدیه، احساس میکنم چقدر زمان کم دارم برای اینکه بتونم این همه کتابی که نخوندم یه روزی بتونم بخونم. با وجود کتاب نخونده دارین بازم کتاب میخرین یا نه؟ راستش من کتاب نمیخرم، اصولا آقای کیانی کتاب میخرم چون دیگه همه کتابا رو میخرم. خانم میرعلمی، ما یه بخشی هست توی برنامه‌مون که 3 تصویر به مهمان‌های عزیز برنامه نشون میدیم و خواهش میکنیم بر اساس این 3 تصویر یه داستان یا یک مطلب برام بنویسن. خواهش میکنم شما هم این کارو انجام بدید. حتما. این 3 تصویر رو ببینین لطفاً. تصاویر عبارتند از یک توپ دو پوسته. بله. که دیگه کارن استادشه. یه نردبان که به دیواری تکیه داده شده و یک صندلی راحتی از این صندلی‌های تابی. بله. لطفاً بر اساس این 3 تصویر اونجا قلم و کاغذ هست و دفتر یه نوشته یا یادداشت برای ما بنویسی. چشم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. لطفاً شما هم بر اساس این 3 تصویر برای ما داستان بنویسید و داستان خودتون رو با هشتگ نما داستان با ما به اشتراک بگذارید. تموم شد؟ بله. خیلی متشکرم. کار سختیه واقعا نوشتن، جز سخت‌ترین کارهای دنیا. بله به نظر من خیلی سخته. بله. بله. ولی لذت بخش ها؟ بله. خوشباله کسایی که نویسندن. خوشباله کسایی که خوب می نویسن. بله. 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 میشه لطفاً بخونین برای ما؟ بله. آسمان را باور داشت. دلش می خواست هر روز صبح که صدای جیک جیک گنجشکا بر فضای حیات خانهشان می پیچد، نردبانی را که بی استفاده گوشه انبار نمور ماتم زده کز کرده بود، رو به آسمان بایستاند، کفش های مشکی براقش را که پاپیون کوچکی به رویش دوخته شده بود به پا کند و دور از چشم مادر که از بلندی می ترسید از پلکان نردبان بالا برود.
و برود روی همان صندلی ننوی قدیمی که از چوب بلوط بود، لم بدهد و با آسایش آوازی را که همیشه دوست داشت زیر لب زمزمه کند. با اصابت توپ دولایه پسر بچه شیطان همسایه به فرق سرش باز هم برگشت به همان اتاق کوچک که دیوار سمت راستش تبله کرده بود و دیوار سمت چپش عکس همفری بوگارت و اینگرید برگمن در کازابلانکا خود نمایی میکرد. خیلی پس سخت نبود شما که به این خوبی نوشتی؟ نه واقعا سخته، خوبم نیست. شما نه عالی، اصلا چقدر تصویر سازی کرده بودین و خوب هم ربط داده بودین و خیلی خیلی خوب سه تا تصویر بود، سخت بود ولی نه دیگه ببخش. از پسش خیلی عالی بر اومدید، خیلی خیلی خوب. ما پشت سر شما سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو به رسم یادگار از ما بپذیرید. بفرمایید. خواهش میکنم. علامه ده خدا رو برمیدارم. علامه ده خدای بزرگ. بله. عالی. خانم میرعلمی، ما توی این برنامه آرزومون اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن. انشالله که این اتفاق بیفته. بله. خواهش میکنم که باقای کیانی و کارن عزیز خیلی سلام برسونید. از حضور شما در کتاب باز خیلی خیلی متشکرم. چشم، حتما. من هم ممنونم که من رو به این برنامه دعوت کردید. خدا نگهدار شما.